بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. یازدهمین درس از مجموعه 16 درس کتاب اول آموزش ترجمه مفاهیم قرآن کریم. ویژگی های قرآن در درس گذشته دهم بخش از ویژگی قرآن عرض کردیم که این قرآن رحمت است، شفاست، موجبات بصیرت است، بصائر است، روشنگر است، نور است. این درس بخش دیگری از ویژگی‌های قرآن رو بیان میکنه. بنا شد اول یک دور بخوانیم تا آماده باشید. تا آخر نوبت که بازگشتیم به عنوان تمرین پنجم ترجمه کردیم، کاملا با من هماهنگ باشید و موفق. ملاحظه کنید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. دو: یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. سه: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. چار: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. پنج: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. هشت: الله نزل احسن الحدیث ذالک هدى الله یهدی به من یشاء. نه: ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز. ده: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. خب برای یادگیری ده عبارت واژه‌ای مشابه درس قبل آشنا داریم و جدید درس آشنا واژه آشنا موضوع بفرمایید. احسن بهتر به بهترین. بعد می‌خوانیم درسش رو. میگن صفت تفضیلی، اسم تفضیل. حسن یعنی زیبا، احسن این زیباتر، نیکو نیکوتر، بهتر بهترین معنا میده. برهان دلیل روشن، حدیث سخن، ذکر نامی از نامهای قرآن است، یاد و یادآوری، شفا درمان، همون شفای فارسی، میزان وسیله سنجش، معیار. ترازو را میگن میزان چون وسیله سنجش سنگین بودن اشیاست. خب واژه های جدید هم ملاحظه کنید، برخیش نیمه آشناست. اختلافو، اختلاف ورزیدند. یه مرتبه معنا کنید میفهمید. اقوام یعنی استوارتر، مستوارترین، پایدارترین. التی مثل الذیس، الذی که، التی هم همینطور که، آن که کسی که. به اصطلاح میگن مؤنث الذیس که بعد میخوانیم مؤنث و مذکر را. الذی، التی. تبیان بیانگر، روشنگر. حافظون، حافظین. حافظ این نگهبان، اونم جمع میشه حافظون، حافظین، نگهبانان، نگهداران.
کفرو کفر ورزیدند، کافر شدند، لما زمانی که نحن ما نزدنا فرو فرستادیم، ننزلو فرو می فرستیم، قبلش نزدنا ماضی، ننزلو مضارع، هیه آن و او، مؤنث و هو است، هو هیه، یحکم و حکم می کند یا حکم کند، یدبرو تدبر کنند، بیندیشند. خب بریم سراغ تمرین های یادگیری این کلمات و آماده شدن برای ترجمه عبارات. تمرین یک، التی لما، التی مثل الذیست، که کسی که، لما زمانی که، اول پس معنا کنید بعد مراجعه کنید. کفرو تدبرو، یدبرو کفر ورزیدن، تدبر کنند. بعد نگاه میکنیم این کدام درسته. تبیان یعنی بیان کننده، روشنگر، روشنگری. میزان وسیله سنجش. نحنو ما، هیه مثل هوست، او و آن. نزدنا ننزلو، پس اول کلمات را معنا میکنید چون جدول یاد گرفتید، یادتون را به جدول مراجعه کنید، بعد دیگه در تمرین خطا نمیکنید. بخش ب، به عکس فارسی دادیم، عربی را شما خواستیم. درمان بیانگر، تبیان میزان، نه تبیان درمان نیست، شفا درمان است، پس ب درسته، شفا اون تبیان. دلیل روشن نگهبانان، برهان درست، حافظون درست، بنابراین الف درسته. حدیث سخن بود، دلیل روشن نیست. در یادگیری این تمرین ها هم اونی که درسته که درسته، یه نگاه بکنید چرا غلطه، علت غلطش هم اگر بپردازید یادگیریتون دوچندان میشه. اختلفو یحکمو، اختلاف ورزیدن، حکم میکند. همینطور اول کلماتی معنا میکنید، ببینید کدام تطبیق میکنه با معنایی که به شما داده شده و انتخاب میکنید. عجله نکنید، خطا نخواهید کرد. تمرین دو، عبارت رو ما معنا کردیم، یک گام جلوتر. برای درست علامت زدن پاسخ ها توصیه کردم ازتون اول معنا کنید بعد مراجعه کنید. این معنا نکرده مراجعه نکنید. ان الذين كفروا بالذكر، قطعا کسانی که کفر ورزیدن نسبت به قرآن، حالا بعد نگاه میکنیم کدوم درسته، کسانی که به قرآن کفر میورزند، قطعا کسانی که کفر ورزیدن به قرآن، پس به درسته، میورزند نیست، ورزیدن، کفر. تبیان لکل شی، روشنگر برای همه هر چیزی، بیانگر، روشنگر برای هر چیزی، الف درسته. ب، بیان میکند، نفعل نیست، مستره، اسمه، پس ب غلط. انزل الکتاب بالحق والمیزان، نازل کرد کتاب را، یعنی قرآن را، به حق، یعنی قانونمند، هدفمند، والمیزان، وسیله سنجش، نازل کرد کتاب، یعنی قرآن را، به درستی وسیله سنجش، پس الف درسته. به چرا غلطه؟ نازل میکند، نه انزل، نازل کرد، خطاش معلوم میشه، فعل رو مضارع آورده. همینطور اول معنا میکنید بعد مراجعه میکنید. تمرین سوم، بیش از بقیه تمرین ها آمادتون میکنه برای کار نهاییمون که ترجیم عبارت قرآن درسه. ملاحظه کنید، من نکات رو میگم بهتون. قد جاءکم برهان من ربکم، قد قطعا آمد به سوی شما دلیل روشن، من از طرف، از جانب رب بکن پروردگار شما، و انزل نا الیکم نورا، نازل کردیم الیکم به سوی شما نور را، ننزل و فرو می فرستیم، نازل می کنیم، مزارع، ما
آنچرا که هوه شفاون دیگه نکته نداره. لما جاءهم، زمانی که جاءهم دو کلمه است، آمد به سوی اونها، و انه قطعا آن یعنی قرآن، لکتاب عزیز، کتابیست عزتمند و ارزشمند و شکست ناپذیر. نزلنا علیک الکتاب، نزلنا نازل کردیم، مازیست علیک، علا بر کر تو که پیامبر هستی، الف لام داره، الکتاب یعنی قرآن، نازل کردیم بر تو قرآن را. هشت، الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل فرمود، نازل کرد بهترین سخن را. داره که هدی الله نکته نداره، یهدی به هدایت میکنه به این به وسیله آن، یعنی به وسیله قرآن. من یشا، هر کس را که بخواهد، کتاب انزلناه الیک، انزلناه دو کلمه است، الیکم دو کلمه است، لیدبر او، لی برای اینکه، یدبر او تدبر کنند آیاتی، دو کلمه است. این نهاد القرآن ابهام نداره، یحکم مفرده، حکم کنده، ولی چون فاعلش جمعه باید جمع معنا کنیم تون عبارت. فعلا شما چون نداره چیزی مفرد معنا کنید، اصلا پذیرفته است، چون آن عبارت در اختیار شما نیست. لی برای اینکه یحکم حکم کند بین مردم، درسته. وقتی تو متن قرار میگیریم بعد خواهید دید که جمع معنا میکنیم. فیه، فی ما اختلفو فی، فی ما اختلفو فی، در آنچه که اختلاف ورزیدن، فیه دو کلمه است، یادتون نره. و انا، باز انا دو کلمه است، لهو دو کلمه است، لحافظون دو کلمه است. نوع خطاهای قرآن آموزان عزیز ما بیشتر در همینی که یک کلمه ترکیبی را از یک کلمهش غفلت میکنن و کوتاه معنا میکنن و میشه خطا. خب تمرین بعدم که از کلمه محضرتون مثل درس گذشته کلماتی ما معنا کردیم، کلمه گذاریم بوده شما دیگه از ساده تر نمیشد و نهایت دقت میخواد. عجله کنید خطا میکنید، نکنید هیچ خطا نخواهید کرد. با همین مدار تمرینی که با حوصلشون انجام میدید، وقتی بپردازید به متن درس قشن میتونید قشن ترجمه کنید، حتی بهتر از ما، چون شما تازه نفسید، علاقمندید، رغبت دارید، ذوق و شوق دارید، اشتیاق یادگیری قرآن دارید، دقتتون بیشتر خواهد بود، توفیقتون انشاءالله بیشتر خواهد بود. من کلمه کلمه ترجمه میکنم، شما ننویسید، فقط ببینید نکاتی که عرض میکنم، بعد خودتون خواستید معنا کنید دیگه، اینا خطاها رو شما نباید انجام بدید و غفلت نکنید. ملاحظه فرمایید متن درس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انزل معهم الکتاب بالحق، نازل کرد همراه با اونها یعنی انبیا، الکتاب، کتاب را، کتاب آسمانی را، به حق، به درستی، هدفمند. چرا؟ لیحکم بین الناس، تا حکم کنند. ببینید معهم جمع دیگه، چون هم جمع، اینجا باید جمع معنا کنیم. لی برای اینکه، یحکم حکم کنند، همون هم این انبیا، بین الناس، بین مردم، فی ما درباره آنچه که اختلافو فی، اختلاف ورزیدن در آن، کلمه به کلمه دقت، با دقت. دو، یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم، قطعا آمد به سوی شما، برهان من ربکم، دلیل روشنی از جانب پروردگارتان، و انزلنا نازل کردیم الیکم به سوی شما نورا مبینا، نوری روشنگر که قرآنه. سه، ان هذا القرآن، قطعا این قرآن یهدی، هدایت میکند، للتی برای آنچه که هی اقوم، آن استوارترین است، یعنی آینی رو بر بشر عرضه میکنه که پایدارترین است، برای ابد میتواند بشریت رو در دامن خود تربیت کنه و حافظ و ناظر بر تمام شؤون فردی و اجتماعی انسان باشه و دنیا آخرت اون رو تأمین کنه.
4 و ننزلو و فرو می فرستیم مزارعه من القرآن از قرآن ما آنچه را که یعنی آیاتی را که هو آن آیات شفا اون درمان است. درمان چیه؟ دردهای انسان، جهل انسان، بیادبی انسان، ناتوانی انسان، عدم درک انسان، بداخلاقی انسان، عدم شناخت راه و رسم بندگی نسبت به ذات حق و سلوک با بندگان خداوند. و رحمت للمؤمنین، رحمت است برای افراد با ایمان. 5 و نزلنا علیک الکتاب، نازل کردیم بر تو ای پیامبر، تو پرانتز قرآن را، تبیانا روشنگر بیانگر، لکل شیء، برای همه چیز یا هر چیزی، هر دو درست، همه چیز درسته، هر چیزی درسته. و هدن و رحمتن، هدایت و رحمت است و بشرا و بشارت است برای افراد مسلمان، للمسلمین. 6 انا نحن نزلنا الذکر، انا دو کلمه است، قطعا ما، نحن خود ما، نازل کردیم قرآن را، و انا قطعا ما لهو، برای آن یا آن را، لحافظون، قطعا حافظ خواهیم بود. از دست برده تحریف مسئول نگه خواهیم داشت. یکی از وجوه اعجاز قرآن همینه. یعنی 14 قرن قبل که قرآن نازل شده، این پشوانش گفته خواهید دید در آینده. هیچ کس قدرت دست یازی به قرآن نداره، نمیتونه دستکاری کنه قرآن را، نمیتونه تعریف کنه، مطلقا سلب اراده و قدرت از همه کرده. هر چه آزمایش کردن ناتوانی خودشون یافتن که این از عظمت قرآن است. 7 کتابون، این قرآن کتابی است که انزلناه و نازل کردیم آن را، الیک، دو کلمه است، به سوی تو، مبارکون، با برکت است، لی، برای اینکه، یدبرو آیاته، تدبر کنید آیاتش را. 8 الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل فرمود بهترین سخن را، ذالک هدی الله، این هدایت خداست، یهدی بهی من یشا، هدایت میکند به وسیله آن هر کس را که بخواهد. 9 ان الذين كفروا، قطعا کسانی که کفر ورزیدن به ذکر، به قرآن، نسبت به قرآن، نون ندیده گرفتن، بی اعتنایی کردن، لما، زمانی که جاءهم، آمد به سوی اونها، و انهو، و قطعا آن، یعنی قرآن، در کتاب عزیز، حتما کتاب شکست ناپذیر. 10 آخرین عبارت، الله الذی، خدا کسی است که انزل الکتاب، نازل کرد قرآن را، بالحق، به درستی و هدفمند، و میزان و وسیله سنجش برای ارزش یابی کارها، ملاکها، حق و باطل. خب به این روش الان شما انشالله با حوصله و آرامش قشنگ بپردازید، خواهید در طول عبارات خطایا نمی کنید، خیلی کم می کنید. قرآن یکی از نامهای ذکره، یادآور نقش انسان است، خواستای انسان است، گمگشتگی انسان است و حیران بودن انسان است که دنبال چی میگرده. قرآن از خواهد کرد اون تشنه رو آب زلال هدایت بهش خواهد داد. قرآن هدایتگر است، قرآن تبیان است، روشنگر است، قرآن نور است، قرآن شفاست، قرآن برای تدبر است، فهم و تدبر، بهترین سخن است، برهان و دلیل است، برای اینکه مبدعی است و معادی است و رسالت و تکلیفی برای بشر، هدایتگر است برای آنچه که استوارترین نظام است در جامعه بشری. و اما تمرین آزاد، تمرین آزاد، عزیزانی که اصرار دارن برای یادگیری بیشتر دقت کنن، اونم که بنا ندارن فعلا میخوان سبکتر درس یاد بگیرن، خیلی بجاست. ملاحظه کنید، یا ایها الناس، ای مردم، قد قطعا جاءتکم موعظه من ربکم، آمد به سوی شما پندی، موعظه،
من ربکم، از جان پروردگارتون. و شفا اون درمانیست لما فی صدور، برای آنچه که در سینه هاست. این اخلاق رذیله، اخلاق ناپسندی که در انسان هست میزداه، کم 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 انسان معدم میکنه با آداب الهی. و هدن هدایت است و رحمتن للمؤمنین، و رحمت است برای افراد با ایمان. جاعت اینجا مناش آمده، صدورم آمده که تو درس نبود. الف لام را حروف مقطعه است که رمز بین خدا و پیامبرش. کتابون یعنی قرآن، کتابی است که انزلناه الیک، نازل کردیم آن را به سوی تو. ل برای اینکه تخرج الناس، خارج کنی مردم را از من الظلمات، از ظلمت های جهل و ناامیدی و نادانی و بد اخلاقی به سوی نور توحید، یگانه پرستی و انسان زیستن. بزن ربون با اجازه پروردگارشون، الى صراط العزیز الحمید، به سوی راه خداوند همیشه پیروز ستوده شده. سه، قول بگو نزله، نازل کرد آن را، یعنی چی را؟ یعنی قرآن را. روح القدس یعنی فرشته جبرئیل، حامل وحی، روح القدس همونه جبرئیل. من ربک، از جان پروردگارت، بالحق، به حقیقت، یعنی هدف دار. این هدفش هم پشت سرش میگه لی، برای اینکه یوسف به تلدین آمنو، ثابت قدم کند کسانی که ایمان آوردن. مؤمن هر چی آگاهیش بیشتر میشه استوارتر میشه، در قبال باطل میسته و باور داره باطل باطله. و هدن و بشرا للمسلمین، هدایت است و بشارت بر افراد مسلمان. یثبتو، اینو ثابت میکنه، استوار میسازد. عبارت چهار ملاحظه کنید، ان هذا القرآن، قطعا این قرآن یهدی، هدایت میکند، للتی، به آنچه که هیه اقوام، آن استوارتر است. تا اینجا تو متن دست آمده بود، بقیهش اینجا آوردیم. و یا بشر المؤمنین، بشارت میدهد افراد با ایمان را، الذین، کسانی که یعملون صالحات، انجام میدهد کارهای شایسته را. پنج، و ما علمناه شعر، تعلیم ندادیم به او، یعنی پیامبر، شعر. قرآن شعر نیست، نه شعر نه نثر، چیزی فراتر از شعر، فراتر از نثر، زیباتر از شعر، زیباتر از نثر. و ما یم بقیله، سزاوار نیست نسبت دادن به قرآن. پس این شد، و ما علمناه شعر، علمنا تعلیم دادیم، علمناه تعلیم دادیم به او، یعنی پیامبر، ما علمناه تعلیم ندادیم به او. و لقد یسرنا القرآن، و قطعا آسان کردیم قرآن را، این یادگیری را، لذکر، برای یادآوری. ما تن نمیدیم، ما نرفتیم به سراغ راه و روشی که ما رو با قرآن منوس کنه. حالا که باب گشوده شه، قد بدانید، پی بگیرید. فهل من مدکر، پس آیا هیچ پند گیرنده هست؟ مدکر، پند گیرنده. هفت، انهو قطعا لقرآن کریم، قرآن است با ارزش. لا یمسهو، لمس نمی کند آن را، الا مگر مطهرون، پاکیزگان. الان همه ما مسلمان میدونیم وقتی میخوام قرآن بخونیم باید وضو بگیریم، پاکیزه باشیم، ولا حق نداریم دست بزنیم. قرآن محترم است، یه معناش معنی زیباتر از این که قرآن رو درک نمیکنه کسی که دلش پاک و پاکیزه باشه، تشنه حق باشه. قرآن ارضاش میکنه، هدایتش میکنه. اگر نه مریض دل باشه، بازیگر باشه، فتنگر باشه، دنیا گرا باشه، دنبال حق نخواسته بشه بره، خدا هم هدایت نمی کنه. پس قرآن هدایتگر برای اون کسی است که پاکیزه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.